بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. خیلی خوش آمدید برادران عزیز، و به همه شما تبریک عرض میکنم به خاطر توفیق حضور در مراکز اساسی خدمت به مردم. خداوند متعال تفضل فرمود به شما و این توفیق رو به شما داد که در مراکز عمده خدمتگذاری به کشور و ملت و جمهوری اسلامی حضور داشته باشید. این توفیق رو بایستی قدر بدونید. و از مجلس شورای اسلامی هم تشکر میکنیم که زود و به جا به موقع مسئولیت خودشون رو انجام دادن و انشالله این سرآغاز خوب و مبارکی برای شما و برای کشور باشه. هفته دولت مزین به اسم شهید رجایی و شهید باهنر، یعنی به یاد شهادت و نام شهادت مزین. رحمت خدا بر این دو مرد بزرگ، بزرگوار، فعال و سعادتمند به شهادت. حقیقتا قصد خدمت داشتن، اگرچه زمانشون کوتاه بود، لکن نشون دادن که با اخلاص وارد این میدان شدن و قصد خدمت دارند و روششون روش اسلامی و مردمی و مجاهدت آمیز بود. درسی است برای همه عناصری که هست. شما برادران عزیز در یک برهه دشواری مسئولیت رو پذیرفتید. انشاءالله خداوند کمکتون میکنه. بنده هم دعا خواهم کرد و امیدواریم که موفق باشید. به هر حال شرایط دشواری است. خب وضع تورم و مشکلات معیشتی مردم و مسئله کرونا و مسائل گوناگونی که وجود داره، اگر انشاءالله از سوی تلاش مجاهدانه و حقیقتاً شبانه روزی و خستگی ناپذیر و از طرفی توسل و توکل به خداوند متعال رو برای خودتون ذخیره کنید و سرمایه قرار بدید، قطعاً پیروز خواهید شد، قطعاً موفق خواهید شد، بر مشکلات فائق خواهید آمد. نیت الهی بکنید. نیت الهی هم در این جایگاه شما یعنی نیت خدمت به مردم. همین که واقعا به قصد خدمت به مردم وارد میدان بشید، این یک نیت الهی و پاکیزه است و خدا به این برکت خواهد داد. و من یه توصیه‌ای به همه مسئولین در دوره‌های مختلف داشتن، به شما هم عرض می‌کنم این توصیه رو. زمان شتابان می‌گذره، این 4 سال زود تمام میشه و از هر ساعتی، از هر فرصتی استفاده کنید. نگذارید وقتی که متعلق به مردم و متعلق به اسلام هست این وقت تضییع بشه و از همه امکانات، از همه امکانات زمانی و وقتی استفاده کنید. البته بنده عقیدم اینه، جدن عقیدم اینه که ضمن اینکه پرکاری و تلاش فراوان خواهید داشت، به مسائل خانواده خودتون هم برسید. این من به همه این روسیه رو میکنم. به خانوادهتون حتما رسیدگی کنید. جوری نباشی که غایب از خانواده باشید در مدت خدمت و مسئولیت. و همتتون رو
متمرکز کنید بر اینکه یک بازسازی انقلابی و البته عقلانی و فکورانه در همه عرصه‌های مدیریتی انشالله به وجود بیاد. یعنی حرکت بر روی ریل انقلاب و در بخش‌های مختلف مدیریتی که در کشور هست، در همه بخش‌ها، بخش‌های اقتصادی، بخش‌های سازندگی، بخش‌های مربوط به سیاست خارجی و دیپلماسی، بخش‌های خدمت رسانی به مردم، بخش‌های علمی و فرهنگی و غیره، در همه این بخش‌ها یک تحرک انقلابی باید به وجود بیاد. عرض کردیم انقلابی بودن حتما بایستی همراه باشه با عقلانیت، که این شیوه صحیح جمهوری اسلامی از اول کار تا امروز این بوده که حرکت انقلابی با حرکت اندیشه ورزانه و عقلانی همراه باشه. چند توصیه اساسی بنده دارم که عرض می کنم و چند سرفصل درباره هر کدومم یک کلمه کوتاه توضیح عرض می کنم. این سرفصل هایی که مردمی بودنه، که خب عنوان دولت جناب آقای رئیسی هم مردمی بودن، عدالت ورزی است، فساد ستیزی است، احیاء اعتماد و امید در مردم به ویژه در جوانها، انسجام دولتی، اقتدار دولتی، اشراف دولتی، اینا کارهایی است که سرفصل‌های مهمی است که من درباره هر کدوم یه چند جمله عرض می‌کنم. در مورد مردمی بودن، خب مردمی بودن مقوله گسترده است و جلوه‌هایی داره مردمی بودن. یک جلوه همین رفتن میان مردم و شنیدن بیواسطه از مردمه. این حرکت بسیار خوب و مستحسنی که دیروز جناب آقای رئیسی انجام دادن که رفتن خوزستان و در میان مردم با مردم از اونها شنیدن، با اونها حرف زدن، این یک جلوه از مردمی بودنه که بسیار کار خوبی است. یک جلوه دیگه مسئله اتخاذ سبک زندگی مردمی است. بی تکلف بودن در مسائل، در ممشا و منش، دوری کردن از منش‌های اشرافیگری و از موضع بالا به مردم نگاه کردن و اینا، این هم یک جلوه دیگری است از مردمی بودن، که این منش‌های اشرافیگرانه‌ای که معمول در دنیا همه دولت‌ها و مسئولیت‌ها و مسئولین مبتلا هستند به این جور نگاه به مردم، به این جور روش زندگی، از این باید اجتناب کرد. حرف زدن با مردم و مشکلات را و راه حل‌ها را با مردم در میان گذاشتن، اینم یکی از جلوه‌های مردمی بودنه. با مردم مطرح کنید مسائلتون. یه وقت مسئله مشکلی وجود داره، راه حلی وجود داره، البته سعی کنید حرف زدن شما موجب یأس مردم نشه، که بعضی بیتوجهی میکنن به این نکته و حرف نامناسب و خلاف واقع میزنن که ما موجب ناامیدی مردم میشه. نه، هر مشکلی راه حلی هم داره. با مردم در میان بگذارید، با مردم حرف بزنید، از مردم کمک بخواهید در موارد مختلف، هم کمک فکری هم کمک عملی. در یه جاهایی یک خطایی اتفاق میفته، خب ما هممون اشتباه میکنیم دیگه، خطا در کار ماها کم نیست، از مردم عذرخواهی کن، سریعا این اشتباه شده، مردم عذرخواهی کنیم. مردمی بودن این جهات مختلف رو داره. گزارش خدمات خودتون رو هم به مردم بدید، گزارش صادقانه، بدون مبالغه، بدون بزرگنمایی، صادقانه این کارا رو انجام دادید. اینا
مردمی بودن ایناست. این جهات مختلف مردمی بوده. امیرالمومنین سلام الله علیه در این فرمان بسیار مهم حکومتیشون به مالک اشتر به همه این چیزا پرداختن. توصیه میکنم دوستان مراجعه کنید، نگاه کنید این فرمان رو ببینید. در همین زمینه ایشون عبارتش فلا تطولن نه احتجاب و که ان رعیتک، غایب نباش از مردم در مدت زمان طولانی. البته خب مسئول نمیتونه دائم توی مردم باشه، اما در برههایی باید حتما در میان مردم حاضر باشید. لا تطولن، طول نده احتجاب از مردم رو. بعد در مورد این چند جمله بیان می‌فرمایند. بعد می‌فرمایند و ان ظنت الرعیت بک حیفا فاسحر لهم بعذرک. اگر چنانچه یه گرهی در ذهن مردم پیدا شد، یه شبهه‌ای در ذهنشون نسبت به تو پیدا شد، عذر خودتو بیا با مردم در میان بذار، صریحا با مردم حرف بزن، صحبت کن. ببینید اصلا رابطه حاکم و مردم یه رابطه اینجوریست، رابطه برادرانه است، رابطه دوستانه است. و اعدل عن تظنونهم باسحارک، اگر شبهه‌ای دارن این با این سخن گفتن خودت و حرف زدن خودت، بیان خودت، شبهه را از ذهنشون برطرف کن. برابر این توضیح در مورد مردمی بودن، سعی کنید اینها رو داشته باشید. واقعا همه بخش‌های مختلف این خصوصیت رو داشته باشن. مسئله بعدی عدالت ورزی است که خب اساس حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی بر اقامه عدله، کما اینکه اساس همه ادیان بر اقامه عدل. خدای متعال می‌فرماید که ما پیغمبران رو فرستادیم، کتاب‌های آسمانی رو فرستادیم، لیقوم الناس بالقسط، اصلا برای اینکه مردم قیام به قسط کنن. در جامعه عدالت آمیز بشه. ما خوب تو این زمینه‌ها خیلی باید کار کنیم، عقبیم، خیلی باید تلاش کنیم. به نظر من هر مصوبه‌ای که شما تصویب می‌کنید، هر لایحه‌ای که در دولت تنظیم می‌کنید، هر بخشنامه‌ای که خود شما در دستگاه خودتون صادر می‌کنید، یه پیوست عدالت باید داشته باشه. باید مراقب باشید این روش، این کار، این دستور ضربه به عدالت نزن. طبقات مظلوم رو پایمال نکنه. این مراقبت باید همیشه باشه. حالا یا یه پیوست مکتوب یا بالاخره علاوه نوع تنظیم جوری باشه که اینجوری باشه. گاهی اوقات یک روش مدیریتی، یک رفتار رایج ضربه میزنه. ما مواردی داریم واقعا. الان هم در مجموعه کارهای ما یک رسومی، اوضاعی وجود داره که اینها باید اصلاح بشه. و در زمینه‌های مختلف که عمدتاً در زمینه عدالت در توزیع امکانات کشور باید واقعاً عادلانه این امکانات توزیع بشه. الان در بعضی از بخش‌ها حقیقتاً اینجوری نیست. حالا من البته این که عرض می‌کنم به معنای این نیست که یه اقدامی پشت سر این وجود داشته باشه، لکن مثلا در زمینه انرژی، در زمینه نفت، همین اواخر یکی از مسئولین دولت قبل گزارشی به ما داد که یارانه پنهان نفت در سال 99 حدود 63 میلیارد دلار. اصلا این رقم، خب این یارانه به کی میرسه؟ کیا از نفت کشور، از بنزین اینا بیشتر استفاده میکنه؟ بعضی از جمع مهمی از مردم اصلا هیچ از این یارانه استفاده نمیکنه. بله،
و محاسبه کردن 63 میلیارد دلار یعنی 1500 هزار میلیارد تومان که از بودجه سال 99 بیشتر. یعنی اینا خب چیزایی است که حالا من گفتم در زمینه نفت من هیچ توصیه ای ندارم که چه کار بکنید، اونا رو باید بررسی کنید ببینید که چه کار باید انجام بدید. میخوام بگم یه چنین وضعی گاهی وجود داره، اینا خب خلاف عدالت، باید مراقبت بشه، باید کاری کنیم که طبقات محروم فاصله شون کم بشه با طبقات برخوردار. یعنی هرچه ممکنه این امکانات کشور عادلانه توزیع بشه. مسئله فساد ستیزی هم که عرض کردیم اون هم مکمل عدالت ورزی است. با فساد باید مقابله کرد. یکی از بلاهای مهمی که در کشور به وجود میاد که درست ضد عدالت، وجود فساد، وجود ویژه‌خواری، وجود استفاده های سو، اختلاس و امثال این هاست. برخورداری های بی مورد، بی جا. یه وقت کسی یه کار مهمی انجام میده، شما یه پاداشی بهش میدید، خب این عیب نداره. اما یه وقت عزیزهای بی جهت برخورداری های زیادی از امکانات کشور دارن، خب چرا؟ اینا که بحث حالا حقوق های نجومی گوشه ای از اون، یه بخش کوچکی از این مسئله بود که مطرح شد. خوشبختانه رئیس جمهور محترم در مسئولیت قوه قضاییه این به این موضوع پرداختن، که خود همینم واقعا موجب امید مردم به ایشون و محبوبیت ایشون در بین مردم شد. این جای اصلیش قوه مجری است، یعنی برخورد با فساد و فساد ستیزی جای اصلیش قوه مجری است که زمینه های تولید فساد از بین بره و نقش قوه قضاییه بعد از این هاست. بعد از آنی که شما تلاش خودتون رو کردید، جلوگیری کردید، زمینه های فساد رو از بین بردید اینها و باز یه اتفاقی افتاد، اون وقت نوبت ورود قوه قضایی است. باید مسئله تعارض منافع شخصی و منافع عمومی حل بشه در دستگاه های دولتی و رشوه و اختلاس و این حرف. یکی از مصادیق مهم این مسئله فساد تخلفاتی است که در اجرای سیاست‌های اصل 44 به وجود میاد که جناب آقای رئیسی در قوه قضاییه موارد متعددی از اون رو ایشون دنبال کردن که به من اون وقت گزارش رو داده که در اجرای اصل 44 که اصل این سیاست‌هایی بود که می‌توانست اقتصادی کشور رو به معنای واقعی کلمه شکوفا کنه، نوع عملکرد نسبت به این سیاست‌ها جوری بود که خب این فسادها توش پیدا شد. البته ابزارهایی هم برای این مبارزه وجود داره. این سامانه‌های اطلاعاتی و خدماتی که از چند سال قبل اینها قانونی شده، این سامانه‌ها بنده هم مکرر توصیه کردم به اینکه این سامانه‌ها رو راه اندازی کنن، اینا رو با هم مرتبط کنن و به معنای واقعی کلمه یک اشراف کاملی به دولت خواهد داد برای اینکه بتوانه جلوگیری از فساد کنه. نشده، پیش نرفته. اینو همت کنید این سامانه‌ها رو انشالله تمام کنید. این سامانه‌ها یک هوشمندی کاملی به دستگاه حکومت و دولت خواهد داد که بتوانه در امور اشراف داشته باشه. مسئله احیاء اعتماد مردم به امید مردم هم بسیار چیز مهمی است، چون اعتماد مردم بزرگترین سرمایه دولت. مردم وقتی به شما اعتماد کردن و امید به شما داشتن، با شما راه میان، کمکتون میکنن. این بزرگترین سرمایه است برای یک دولت که بتوانه اعتماد مردم رو جلب کنه، که خب البته این متاسفانه یه مقداری آسیب دیده. این باز ترمیم کنید این رو، و راه کارش هم این است که حرف و عمل مسئولین یکی باشه.
وعده اگر به مردم دادید، طبق اون وعده عمل اگر کردید، مردم به شما اعتماد پیدا میکنه. اگر شما وعده کردید و عمل نشد، یا گفتید فلان کار شده، مردم در واقعیت دیدن نشده، این اعتماد مردم سلب میشه. باید خیلی به جد، باید واقعا مراعات کنید این معنی رو. حالا جناب آقای رئیسی، دیروز شما در اهواز در خوزستان خب یه قولهایی به مردم دادید، دستوراتی دادید. دقت کنید اینا تحقق پیدا کنه، جدن تحقق پیدا کنه، که مردم ببینن اونی که شما میخواهید و شما میگید اون در واقعیت تحقق پیدا کنه. اینا کارهای لازمیست. باز در همین زمینه هم حضرت امیر سلام الله علیه در همین فرمان مالک اشتر یه عبارتی دارن: ایاک والمن علی رعیتک به احسانک او تزید و فی ماکان من فعلک. اولا منت به سر مردم نذارید که ما این کاری کردیم، ثانیا اون چوری که انجام دادید و بزرگ نمایی نکنید که ما این کار رو، کارهایی رو انسان میکنه بزرگ نمایی کنه. او ان تعیدهم فتوت به عموعدک به خلفک. خلفه وعده کنید، وعده بدید، بعد از وعده تخلف کنید. میگن مبادا این کار رو انجام بدید به مالک اشتر. و این بسیار مهمه. این هم گاهی هست البته شما وعده میدید و امکان پیدا نمیکنه، یعنی یک مشکل طبیعی بر سر این کار واقع. خیلی خوب، عیب نداره اینو به مردم توصیه بدید، بگید من این وعده رو داده بودم، این مشکل پیش آمد، نتوانستیم به وعدمون عمل کنیم، عذرخواهی میکنیم از شما. این هم از اون مواردی است که با مردم حرف بزنید. این مصداق همون نکته ایست که قبلا در مورد مردمی بودن. لکن به طور کلی وعده ها رو جلو چشم داشته باشید، روز شمار معین کنید برای وعده. یک کاری که میگید این کار خواهم کرد، تخمین بزنید که این چه مدتی طول خواهد کشید و روز شمار معین کنید و دونه دونه تعقیب کنید. بنده بارها در مجموعه های دولتی این رو گفتم، ما قاعده و قانون و این چیزا کم نداریم. ما قانون و بنا و قاعده و اینا زیاد، هرچی بخواهید طرح و برنامه و حرف ها. اون چه که کم بوده ماست عبارت است از همین که یک پیگیری جدی انجام بگیره و اینا. این هم یه مطلب. در مورد انسجام دولت و اقتدار دولت و اشراف دولت، اینها چیزهایی است که خیلی مهمه. انسجام دولتی یعنی از درون مجموعه دولت حرفای مختلف در نیاد، یکی یه چیزی بگه، یکی بره خلاف اون بگه. این ذهنیت مردم و افکار عمومی رو به کلی خراب کنیم. باید یه حالت انسجام بانگهی در عمل هم با هم دیگه انسجام داشته باشه. خیلی از کارهای یک بخش به چند بخش دیگه مربوطه. شما بخش کشاورزیتون به چند بخش دیگه ارتباط قهری داره، باید همکاری کرد تا کار خوب در بیاد. بخش صنعتتون همینجور، بخشهای گوناگون دیگرتون همینجور. پس انسجام لازمه برای اینکه کار پیش بره. اقتدار هم لازمه. دولت باید نشون بده که میتوانه اون کاری که اراده کرده و تصمیم گیری کرده اون رو انجام بده و پیش ببره. اینجوری نباشه که حالت رها شدگی احساس بشه. اگر چنانچه شما اقتدار دولتی رو در عمل نشان ندید، حالت رها شدگی در کشور مشاهده بشه، قطعاً سیاستاتون پیش نخواهد رفت. این همینه. اشراف هم یعنی مطلع باشید از گوشه کنارهای دولت. باید وظایفش رو دولت با اقتدار و با انسجام و اشراف انجام بده. این البته بخشی از ایجاد تحول در قوه مجریه است. یکی از کارهای لازمی که در برنامه‌های
جناب آقای رئیسی و بعضی از آقایون بود همین این است که تحول ایجاد بشه در قوه مجریه. تحول در قوه مجریه کار مهمی است. این تحول یه نیاز همیشگی است. همیشه بایستی در نظر باشه که البته تحول به سمت پیشرفت وابسته است به قانونگرایی، ارتقای شفافیت، انضباط مالی، برطرف کردن زمینه‌های فساد، جلوگیری از تعارض منافع و جدیت در اعمال تصمیم‌ها و مصوبه‌ها که البته جوانسازی هم خیلی مهمه. یکی از کارهای مهم در دولت جوانسازی دولت. شما در بدنه دولت و مدیریت میانی از جوانهای زبده که الحمدلله کم نداریم هر چی میخواهید استفاده کنید. این کار هم احساس انصداد رو در کشور از بین میبره. وقتی که جوانها ببینن میتوانن وارد میدان کار بشن و حرکت کنن، تصمیم گیری کنن، اینها در کشور احساس انصداد به وجود نمیاد. هم یک ذخیره ارزشمندی برای آینده برای مدیران ارشد کارکشته و مجرب شما دارید فراهم میکنید. این جوانی که امروز وارد میدان کار میشه 10 سال دیگه یک مدیر مجرب و کارآزموده است که برای کشور یه ذخیره بسیار مهمی است. این مدیران با کفایت حقا و انصافا یکی از ذخیره‌های یک نقطه مهم در باب تحول استفاده از خرد جمعی است و تکیه بر عقلانیت که استفاده بشه. از نخبگان خارج از دولت استفاده کنید. هر جایی که میتوان از نظر نخبه بحث جناح‌های سیاسی و نمیدونم اینها رو به کل تو این قضیه کنار بگذارید. از نظر نخبه ها هر چه میتونید استفاده کنید و نگاه نکنید به اینکه حالا این مال وابسته به یه جنایی است که شما قبول دارید یا ندارید. استفاده از نظر نخبگان حالا در داخل دولت که قهرن استفاده میشه اینا توصیه های عمومی است. البته اینا رو باید برنامه عملیاتی برش درست کنید. اگر چنانچه به همین اندازه که بنده بگم و شما به ذهن شریفتون اینا رو نگه دارید یا یاد داشت کنید اکتفا بشه، این فایده ای نداره. جنبه نصیحت پیدا کردن این گونه حرفا فایده نداره. اینا باید تبدیل بشه به برنامه، برنامه عملیاتی. وقتی برنامه شد اون وقت طبعا اینها اولویت هایی هم در کار کشور هست که من یه اشاره ای میکنم که این اولویت ها رو بایستی به اولویت بودنش توجه داشت و دنبال کرد که یکی شاید مهمترینش مسئله اقتصاده و بعد مسئله فرهنگ و رسانه و علمه که اینها اولویت های اساسی کشوره. ولی خب یه مسئله فوری داریم که اون مسئله کروناست، مسئله سلامت الان جنبه فوریتی پیدا کرده که باید به این رسید. البته در مسئله سلامت تلاش خوبی در دولت گذشته شد، کارهای خوبی انجام دادن، دنبال کردن، هم برای تولید واکسن کار شد، هم برای واردات واکسن کار شد. حالا شایعاتی تو دهنها هست، اعتبار نداره اینها، غالبا بی اعتباره. کارهای خوبی انجام گرفت، باید این کارها دنبال بشه و تأکید بشه و هم درمان، هم پیشگیری، هم مراقبت، قربالگری، اون قربالگری از بیماران محتمل، این بسیار چیز مهمی است که اینا باید حتما انجام بگیره. واکسیناسیون عمومی بسیار چیز مهمی است، حتما بایستی انجام بگیره. و قرنطینه هوشمند، من شنیدم که بعضی از کشورهای غربی که توانستن کنترل کنن تلفات رو و خب تلفاتشون نسبت به ما کمتر هست، ابتلاعشون هم کمتره، در این حال اونچنان مرز رو محکم بستن که هیچ امکان عبور و مرور
با همسایه‌شون که اونم یک کشور پیشرفته است، لکن خب ابتلا در اونجا زیاده، هیچ امکان رفت و آمد نیست، یعنی مراقبت میکنه. ما خب در زمینه رعایت مرزهای کشور و دقت در ورود انواع جدید بیماری، این بیماری یا بیماری های دیگه به کشور، بایستی خیلی مراقبت بکنیم و خیلی مهم این مسئله. البته مردم هم وظایفی داره. بنده مکرر این رو گفتم، مردم عزیزمون بایستی این چهار تا مسئولیت مهم رو قبول کنن، به عهده بگیرن. یکی مسئله ماسک، یکی مسئله فاصله، یکی مسئله تهویه، یکی مسئله صابون زدن دست. اینا که کارهای مشکلی نیست، اینا همش کارهای آسان است. این رعایت ها رو بکنن، قطعا تأثیر خواهد گذاشت در ابتلا به این تلفات سنگینی که دل انسان رو به درد میاره، اینها به وجود نخواهد. در مورد اقتصاد و فرهنگ و فضای مجازی و دیپلماسی و اینا هم مطالبی هست که حالا مجال تفصیل در اینجا تو این جلسه نیست، حالا اینشالا بعدها فرصت اگر بود و عمری بود مطالبی گفته خواهد شد. در مسئله اقتصاد خب مشکلاتی در کشور وجود داره الان در زمینه مسائل اقتصاد. تورم بالا یکی از اساسی ترین مشکلاتی، کسری بودجه هست، معیشت مردم کم درآمد هست، اینها مشکلات مهمه. کاهش ارزش پول ملی هست که این یکی از اون چیزایی است که انسان واقعا خجالت زده میشه از این قضیه. کاهش قدرت خرید مردم هست. مشکلات فضای کسب و کار، این همه هم ما تاکید کردیم، مسئولین اقتصادی همه یعنی تاکید کردن و گفته شده، اما خب مشکلاتی در بهبود فضای کسب و کار وجود داره. مشکلات نظام بانکی، اینها مشکلات اقتصادی کشور است. مشکلات دیگری هم هست که اینها رو بایستی برای هر کدوم جداگانه بایستی واقعا برنامه ریزی کرد و کار کرد و حل این مسائل مهمه. یک نکته اساسی این است که مردان اقتصادی ما و مسئولان اقتصادی ما در این دولت بایستی در حل این مشکلات هماهنگ عمل کنند. اون انسجامی رو که ما قبلا عرض کردیم یه مصداق مهمش اینجاست، یعنی نظرات رو یکی کنند در این زمینه‌های مهم اقتصادی و هماهنگ عمل بشه. حالا اینی که آقای رئیس جمهور گفتن که معاون اول مسئولیت هماهنگی دارن، بسیار کار مهمی است. این خیلی مهمه، یک هماهنگی در این زمینه‌های اقتصادی انجام بگیره و این مأموریت هم به خوبی انشالله تحقق پیدا کنه. و اگر چنانچه اختلاف نظری هم هست، من مؤکداً توصیه می‌کنم که آقایون اختلاف نظر رو میان مردم نیارید، چون اختلاف نظر اقتصادی وقتی به مردم منعکس میشه تأثیرات واقعی خودش رو در محیط اقتصادی میگذاره، یعنی اون مشکلات توهمی تبدیل میشه به مشکلات واقعی در بازار کار مردم و در محیط اقتصادی مردم. اگر مشکلی اختلافی وجود داره در خود دولت اینا رو حل کنن، به مردم منعکس نکن. یک نکته در مسئله اقتصاد توجه به بخش‌های پیشران اقتصادی است. بعضی از بخش‌ها به معنای واقعی کلمه پیشرانانه رو، مثلا فرض کنید که بخش مسکن که کارشناس‌ها میگن اگر بخش مسکن به جریان بیفته کارهای مهمی، بخش‌های متعددی به راه بیفته، یا بخش صنایع مهمی مثل صنعت فولاد، صنعت خودرو، بخش‌های انرژی و پتروشیمی و امثال اینها، اینها وقتی که به کار بیفته اینها جنبه پیشران داره، بایستی اینها رو به حرکت در آورد و
در این بخش ها به خصوص هماهنگی متولیان کار خیلی مهمه. یک نقطه مهم دیگر در مسئله مشکلات اقتصادی ما، مسئله کنترل نظام بانکی است، در خصوص مسئله خلق پول و تولید نقدینگی. اون چیزی که صاحب نظران اقتصادی به ما گزارش میدن و منعکس میکنن اینه، میگن خلق پول بایستی در نسبت با تولید انجام بگیره، اگر این نسبت وجود نداشت باید جلو به خلق پول گرفته بشه، جلو تولید نقدینگی باید گرفته بشه. یعنی به جد این مسئله رو بهش اهمیت بدن، میگن اگر این در این زمینه درست عمل بشه این برکات زیادی خواهد داشت، جلوگیری از تورم، رونق تولید، رونق اشتغال، تقویت پول ملی و از این قبیل چیزها. این یکی از این نکات مهمی است که به نظر من رو این بایستی تکیه کرد. خب حرفای دیگری در زمینه اقتصاد هست. یک نکته ای که به نظر من مهمه، یعنی دو نکته در واقع در اینجا مهم است. یکی این که در حل مشکلات اقتصادی دنبال راه حل‌های موقتی و مسکنانه نباید رفت، چون اینها گاهی اوقات مشکل رو افزایش میده. مسکن‌ها و کارهای علاج‌های موقت گاهی مشکل رو اضافه میکنه. باید برای رفع این چالش‌ها به راه حل‌های اساسی پرداخت و شروع کرد به امید خدا، با توکل به خدا و با صحت عمل، با گام‌های محکم انشاءالله پیش بره. نکته بعدم این است که حل این مشکلات اقتصادی رو موکول به رفع تحریم ها نکنیم. خب رفع تحریم ها که در اختیار ما و شما نیست، در اختیار دیگران. مشکلات را برنامه ریزی بر رفع مشکلات رو با فرض وجود تحریم انجام بدید و برنامه ریزی کنید که انشاءالله بتوان این کار رو پیش برد. اینا باید با همت و تدبیر خود شما، با کار جهادی خود شما باعث انشالله حل بشه و حل هم خواهد شد. در مسئله فرهنگ و رسانه، به گمان بنده ساختار فرهنگی کشور نیاز به یک بازسازی انقلابی داره. ما مشکل داریم در ساختار فرهنگی کشور. یه حرکت انقلابی لازم. البته حرکت انقلابی یعنی خردمندانه، عاقلانه. انقلابی بودن معناش بی هوا حرکت کردن، بی حساب حرکت کردن نیست. انقلابی باید باشه، بنیانی باید حرکت بشه، در این حال برخواسته از اندیشه و حکمت باشه. فرهنگ خب زیربناست واقعا. خیلی از این خطاهایی که ما در بخش‌های مختلف انجام میدیم ناشی از فرهنگ حاکم بر ذهن ماست. اگر ما اسراف داریم، اگر ما تقلید کورکورانه داریم، اگر ما سبک زندگی غلط داریم، اینا ناشی از مشکلات فرهنگی است. فرهنگ حاکم بر ذهن هاست که در عمل این مشکلات رو به وجود میاره. اگر زندگی های تقلیدی، زندگی های تجملاتی و اشرافیگری رو، اینا غالبا منشأ و ریشه فرهنگی داره. این در واقع نرم افزار این حوادث فرهنگ کشور و فرهنگ حاکم غلط و انحرافی است که بر بعضی ذهن‌ها مسلط. ابزارهای فرهنگی رو از سینما و هنر و رسانه‌های صوتی و تصویری و امثال اینا رو بایستی شکوفا کنید. مطبوعات و کتاب و امثال اینا ابزارهای فرهنگی هستند، باید به معنای واقعی کلمه اینها شکوفا بشن. خب امروز به حمدالله لشکر عظیمی از جوانهای علاقمند به مسائل فرهنگی مشغول کارن، وجود دارن و تلاش میکنن و کار میکنن. اگر دولتها و بخشهای فرهنگی دولت به این مجموعه های جوان و علاقمند کمک بکنن، قطعا کارهای بزرگی انجام خواهد گرفت و قدمهای خلاقانه‌ای برمی‌دارن.
سعدها طرح ابتکاری در این زمینه وجود داره در اختیار این جوونا، که گاهی اوقات ما یه تماسهایی با جوونا مثلا انسان داره میبینه کارهای بزرگی اینا میتوانن انجام بدن، به ذهنشون میاد. خب امکانات میخوان، امکانات در اختیار دولت بایستی حمایت هوشمند انجام بگیره. استعدادها رو کشف کنید، از اونها حمایت کنید، آزادیشون رو تأمین کنید، البته آزادی در چارچوب و اصول و قانون، و با فساد اخلاقی و فساد در زمینه فرهنگ هم بیرو در بایستی مقابله کنید و مبارزه کنید. یعنی واقعا اینجوری باید برخورد بشه. این راه اصلی مواجهه و مقابله با جنگ نرم دشمن هم همینه، که ما از حرکت صحیح در زمینه فرهنگ حمایت کنیم و اون رو تشویق کنیم، تقدیر کنیم، و در مقابل حرکت‌های غلط بایستیم. و عرصه رسانه و فرهنگ هم از یک طرف یک دانشگاه بزرگی میتوانه باشه و هست، و از یک طرف میتوانه یک آوردگاه صلاح و فساد، آوردگاه حق و باطل، که با این دو جهت باید نگاه کردیم. عرصه جنگ فرهنگی با کسانی است که فرهنگشون ایجاد فساد در دنیاست. یه جمله هم در باب سیاست خارجی عرض بکنیم. البته در مسئله سیاست خارجی حرفای زیادی هست که حالا در زمان خود در جای خود انشالله گفته خواهد شد. اجمالا سیاست خارجی خیلی مهمه، در مسائل کشور خیلی تأثیر گذاره. باید تحرک ما در عرصه دیپلماسی افزایش پیدا کنه و مضاعف بشه. بایستی در دیپلماسی جنبه اقتصادی تقویت بشه، یعنی دیپلماسی اقتصادی یک چیز بسیار مهمی است. امروز خیلی از کشورها انسان مشاهده میکنه که وزیر خارجه هم دارن، اما خود رئیس جمهور در زمینه مسئله اقتصادی با کشورهای مختلف یا با فلان کشور خاص به خصوص وارد میشه و دنبال میکنه و چه میکنه. یعنی ارتباط با کشورهای مختلف در زمینه اقتصادی خیلی مهمه. این جنبه اقتصادی دیپلماسی رو بایستی تقویت کرد. و خب تجارت خارجی خیلی مهمه، با هم با همسایگان به طور ویژه. ما خب همسایه های مدت 14-15 تا همسایه داریم که یه جمعیت عظیمی رو تشکیل میدن، بازار وسیعی رو به وجود میارن، لیکن به اینها منحصر نباید بود. و دیگر کشورها هم همینجوره. ما حدود 200 خورده کشور در دنیاست، پای تعدادی ما بنا نداریم ارتباط داشته باشیم با تعداد خیلی معدود، یکی دوتا. با بعضی ها هم امکانش شاید نیست، اما با اکثر اینها امکان ارتباطات خوب و روان وجود داره. تلاش لازمه اینها. و دیپلماسی رو تحت تأثیر مسئله هسته‌ای هم نباید قرار داد. یعنی اینجور نباشه که دیپلماسی کشور متصل به قضیه هسته‌ای است. نه، قضیه هسته‌ای قضیه جداگانه است که اونو بایستی حل کنن به شکل مناسب و شایسته کشور. اما دیپلماسی خیلی دایرش وسیع داره. در قضیه هسته‌ای آمریکایی‌ها انصافاً وقاحت رو از حد گذروندن، واقعاً از حد گذروندن وقاحت رو. جلو چشم همه از برجام خارج شدن، حالا جوری حرف میزنن انگاری که ایران از برجام خارج شد. طلبگاری میکنن، جوری طلبگاری میکنن که انگاری که ما تعهدات رو به هم زدیم. ما مدت‌ها در مقابل این حرکت آمریکا یا هیچ حرکتی از طرف ایران انجام نگرفت. بعد از گذشت مدتی با اعلام، با توجه، برخی از تعهدات کنار گذاشته شد. برخی، نه همه. اونا به تعهدشون عمل نکردن. کشورهای اروپایی همراه با آمریکا هم همینجور. اونا هم از لحاظ عهد شکنی و بد اخلاقی
کمتر از آمریکا نیستن، اونا هم مثل آمریکا. لکن در مقام زبان بازی و حرف زدن طلبکارن، همیشه طلبکار. گویا این ما بودیم که مدت ها مذاکره رو به مسخره گرفتیم و زیر پا گذاشتیم، به تعهداتون رو عمل نکردیم. این کاریست که اونا کرد و دولت کنونی آمریکا هم هیچ فرقی با دولت قبلی نداره. یعنی همین چیزی که الان اینا در زمینه مسائل هسته‌ای مطالبه میکنن از ایران، همون چیزیست که ترامپ مطالبه میکرد، که اون روز مسئولین بالای دولتی میگفتن که امکان نداره، عاقلانه نیست و فلان. امروز اینا همون رو میخوان، هیچ تفاوتی نکرد. او با یه زبان میگه، اینا با یه زبان دیگه میگه. اینا رو باید بهش توجه کرد. انصافا در پشت صحنه دیپلماسی آمریکا یه گرگ درنده است. ظاهر دیپلماسی و لبخند و حرف زدن و حرفای گاهی اوقات حق به جانب ادا کردن، اما باطن قضیه گرگ، یه گرگ وحشی درنده که در خیلی از جاهای دنیا انسان مشاهده میکنه. گاهی البته گرگ، گاهی روباه حیله‌گر به شکلهای مختلف در میاد. یک مظهرش امروز وضعیت افغانستان. افغانستان کشور برادر ماست، هم زبان، هم دین، از لحاظ فرهنگی هم فرهنگ. واقعا مشکلات افغانستان و مصیبت‌های افغانستان انسان رو به شدت متأثر می‌کنه. این حوادثی که داره پیش میاد پی در پی، این حادثه روز پنجشنبه، این کشتارها، این مشکلات، این سختی‌هایی که اینا می‌کشن، اینا کار آمریکاست. 20 سال آمدن افغانستان رو اشغال کردن و در این 20 سال انواع و اقسام ظلم‌ها رو به افغان‌ها کردن. انواع و اقسام. مجلس عزاشونه، مجلس عروسیشونه، بمباران کردن، جووناشون رو کشتن. عناصر فراوانی از اینها رو بی جهت به زندان‌های گوناگون انداختن. ده‌ها برابر مواد تولید مواد مخدر رو افزایش دادن در افغانستان. ده‌ها برابر. چند ده برابر این کارا رو کردن. یک قدم هم برای پیشرفت افغانستان بر نداشتن. یعنی افغانستان امروز از لحاظ پیشرفت‌های مدنی و پیشرفت‌های عمرانی و اینا از اون زمان اگر عقب‌تر نباشه جلوتر نیست. یعنی هیچ کار نکردن. حالا هم که دارن میرن با این فضاحت، وضع فرودگاه کابل، این اجتماع مردم، این مشکل، اون کسانی که میبرن از افغان‌ها به اصطلاح، اون کسانی که با اینا همکاری میکردن در این سالهای طولانی، اینا رو میخوان از افغانستان خارج کنن. گزارش هایی وجود داره که اونجایی که اینا رو میبرن وضعش از افغانستان بدتره. مشکلات فراوان در اون مراکزی که اینا رو دارن اونجا اسکان. این وضع آمریکاست. به هر حال ما در مورد افغانستان، ما طرفدار ملت افغانی، ملت افغان. دولت ها میان و میرن، انواع و اقسام دولت ها در این سال ها سر کار آمدن در افغانستان، میان دولت ها میرن. اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم. دولت ها هم نوع رابطه دولت، ما با دولت ها بستگی داره به نوع رابطه اونها با ما. و امیدواریم که انشالله خدای متعال خیر مقدر بفرماید برای مردم افغان و اونها رو از این وضعیت نجات بده و انشالله وضعشون رو به بهترین وجه انشالله قرار بده و تفضلات خودشو بر اونها نازل کنه و بر ما انشالله خدای متعال. دعا میکنیم خداوند ملت ایران رو موفق کنه، مشکلات رو برطرف کنه و دعا میکنیم که شما مسئولین محترم دولت جدید
در کارهایی که در پیش گرفتید موفق بشید، بر مشکلات فائق بیایید، بتوانید اونجوری که گفتید عمل کنید انشاءالله و مردم را از مشکلاتشون خلاص کنید و مردم را از خودتون راضی کنید انشاءالله. رضایت مردم انشاءالله رضایت خداوند متعارم در پی خواهد داشت. نیتهای خالص و نیت خدمت، نیت خدایی انشاءالله به شما کمک خواهد. رحمت خدا بر شهدای عزیزمون، رحمت خدا بر امام بزرگوارمون و رحمت خدا بر همه بندگانی که در راه حق و برای خدا کار کردن و تلاش کردن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.